سلام چاکریم، فدیم. از این سلام هیجانی بلد نیستم، ولی خب بپذیرید همینو از من. این اولین چیزی که میذارم تو یوتیوب. قرار بود یه سری سوالا شما رو که توی تلگرام پرسیده بودید و جواب بدم. خب نوشتمشون، میذارمش تو. هی عادت دارم نگاه کنم به خودم، ولی الان تمرین کرده بودم نگاه کنم فقط به دوربین. نوشتمشون دیگه، جواب میدم تا بریم ببینیم چی میشه. الان هم از حاشیه قضیه موزیک اتفاقا همین الان دارم میشینم پای ویدیو و دیگه حالا پیج حواشی زدم دیگه. نگید چرا حاشیه موسیقی فارسی با فدی فلانی فلان کارو کرد فلانی. خب بگذاریم، اولین سوال اینه که یه شیطونی پرسیده بیشتر تو چه زمینه ای مطالعه میکنی؟ من خیلی مطالعه نمیکنم واقعیت، ولی خب مطالعه اینجوری نیست که حتما کتابو بگیری دستت بخونی مثلا دعا. مطالعه اینجوریه که شما راجبه هر چیزی که توشی علم اندوزی کنی. من راجبه کار خودم خیلی شبا تو یوتیوب مثلا وقت میگذرونم و بهترین معلمم یوتیوبه به نظر من و تجربه همین. خب خواننده مورد علاقه هم چه سبکی موزیک گوش میدم؟ خب همه میدونن که من هیپ هاپ گوش میدم و راک، هیپ هاپ و راک گوش میدم. و خواننده مورد علاقه هم توی سبک هیپ هاپ، خارجی ها رو بخوام بگیریم، خب نسل جدید ها رو بگیریم، قدیم و دیگه حالا خب خیلی علاقه داشتیم. نسل جدید من کسایی که کار میکنن، پست مالون رو دوست دارم، دریک رو دوست دارم، تونی وان ساویج خیلی با حالا خیلی با فلوهاش ارتباط برقرار نمیکنم، ولی ایس هود رو دوست دارم و اینها. توی موسیقی فارسی هم بین رپرها من رپ خوندن امیرعلی ایتور رو خیلی دوست دارم. همین، بقیه هم خیلی آدمای خفنی هستن، ولی خب امیرعلی ایتور به نظر من پرفکت کاری که انجام میده. بین آهنگای خودم کدومو بیشتر دوست دارم؟ معلومه فراموشی. بین فیتا ککومکی بال بود معلق رو دوست دارم. زید داری؟ زید که اجازه بدید نداشته باشیم. حتی همه تو زندگیشون یه تایمی زید داشتن، یعنی یه دختری که بالاخره چیز المانهای زید رو داشته باشه، ولی خب در حال حاضر که زید ندارم، دوست دختر هم ندارم. یه بازیگر خواننده مرد، یه بازیگر خواننده بازیگر و خواننده مرد و بازیگر و خواننده زن. بازیگر دختر من ترانه علی دوستی رو خیلی دوست دارم، بازی شد تو ایرانیا واقعا خفنه به نظرم، و پریناز ایزدیارم با حالا خیلی سلیقه نرمالی دارم تو این چیزا. تو دختر خواننده خب دختر تیم خودمون سوگند و پرند و خب گندم، گندم هم که دیگه یه دونه است توی سیستم ما. بازیگرای مرد من امیر آقایی رو دوست دارم و جایی پشمام ریخت که یه فیلم ازش دیدم بدون تاریخ بدون امضا، بچه‌نای پروانه رو دیدم، اصلا نفهمیدم که این دو نفر یه آدمن، چون اصلا من نمیشناختمش. بعد که فهمیدم این دوتا نقش رو تو دوتا فیلم اینجوری بازی کرده واقعا کلپس کردم دیگه، اصلا خیلی خفنه به نظر من. خواننده پسرم ملودیک شروین خیلی بچه تالنتیه دیگه، بقیش هم که گفتم قبلا. شعارهای زندگیت چیست که به آن عمل میکنی؟ یکی این که سعی میکنم حق کسی رو هیچ وقت نخورم کلا، و دو این که بدهکار هیچی نیستم خدا رو شکر، شما یه نفر رو پیدا نمی کنی من بهش بدهی داشته باشم تو زندگیم، نه مالی ها، کلا یعنی کلا بدهکار کسی نیستم. خیلی وقت هم بد بوده این. شغلم اگه خواننده نبودی چی بود؟ مشاور بودم یا مدیر دیگه، به همه مشورت میدم خودم انجام نمیدم. مدیرم که تو مدیریت بد نیستم، مدیریت همه چی جز کار خودم. اینم که از این. اگه میشد یه اخلاقت خود تغییر بدی، ظاهری اخلاقی؟ ظاهری که هیچی خدا رو شکر، ولی اخلاقی من اصلا نمیتونم درخواست کنم از آدمو، اصلا همه از من درخواست میکنم ولی من نمیتونم درخواست کنم، اینو حتما تغییر میدادم. خب فیلم سینمایی چی دوست دارم؟ ببین خفن ترین فیلمی که من دیدم، سریال خیلی نمیبینم چون وقتمو میگیره، نمیتونم بشینم پاش، عمرم میره.
ولی خفن ترین فیلمی که من دیدم مادر بوده، با نقدش حتما بخونید. 5-6 بارم دیدم، من که اصلا خیلی فیلم نمیبینم، این فیلمو 5-6 بار دیدم، خیلی باحاله. اگه بتونم از ایران میرم، متاسفانه بله اگه بتونم از ایران میرم. چرا دوست دختر نداری؟ چون دوست پسر خوبی نیستم واقعا، خیلی کوتاه، مختصر و مفید. وقت مردم رو تلف نمیکنم. همین. چی باعث میشه که از کسی بدت بیاد؟ یکی که خیلی، حالا کسی چه پسر چه دختر، پیله کنه به من، یعنی پیگیر زیادی، اصلا پیگیر بی دلیل باشه، یا دروغگویی بیدلیل. من حتی با خود دروغگویی هم اوکی ام، ولی باید دلیل داشته باشه. یعنی به نظرم بگم اگه یارو دروغ گفت، به این دلیل دروغ گفت، ولی بی دلیل خیلی فوله، یعنی رو خر فرضت میکنه. از این بدم میاد. کراش ندارم، واقعا ندارم. دختره ایرانی همشون کراشن، خدا وکیلی. وطنی فقط. خب اتفاق آهنگ حیف ما شد یزیدا. هیچی، یه روز رفتم میخواستم یه عکسی رو به یه کس دیگه اینشون بدم، رفتم دیدم اکس خیلی سال پیشم ازدواج کرده دیگه، از اون یه الهامی گرفتم، یه شعری نوشتم. همین، خیلی هم ناراحت نبودم، فقط الهام گرفتم نوشتم. چرا دیگه با آوین ترک نمیدی؟ دادیم دیگه ترک ها رو خیلی وقت پیش، آوین خودش فهم گانا سولو کار میکنه دیگه، قسمت نشد ادامه بدیم. الانم که تیم ماشاءالله خیلی تکمیله، بچه ها خیلی تلنت، آوین هم خیلی کارش خفنه. اگه میشد برگردی به عقب، چه آهنگایی رو نمیخوندی؟ یا امام، معلومه دیگه. اول از همه که اون آهنگ اصلا اسمش هم فراموش کردم، چه آسون و اون یکی دیگه، خودتون میدونید چیه. چه آسون و اون یکی دیگر رو کلا نمیخوندم، ترافیک هم نمیخوندم، هیچ وقت این ستا رو نمیخوندم. حالا ترافیک رو یه ذره گردن گرفتم فعلا. آلرژی کولی مولی برای کسی هستش؟ خیر، مثلا شما حساب کن که من بگم میام با یه فیک داشته باشم، برم مثلا با فیکم برای یارو کامنت بذارم، مثلا ممکنه همچین چیزی؟ پس چی؟ برای کسی نیست. یا مثلا یه حرفایی توش میذارم که اگه اون شکلی بودم که خیلی آدم منزجر کننده ای بودم. نه، اینا رو جدی نگیرید واقعا. توی مثلا شاید هر 10 تا آهنگ دو بیتش مثلا بخوره به یه اتفاقی که تو ازش مثلا یه الهامی بگیری، یه چیزی اینطوری. یکی از آهنگات که اتفاق افتاده بود، توضیح دادم همینا، باکس گذاشتم گفتم عاشق نشدم. چطوری اون تکس ها رو می نویسم؟ ببین ربطی نداره دیگه، تخیل، تصور، فازش رو می گیری و همه اینها. ممکنه تو از یه فیلم، از یه آهنگ دیگه، از یه فضا، از یه حرف رمانتیک، از یه داستانی، یه داستان احساسی برات در بیاد. اصلا ربطی نداره اینها به هم دیگه. من خیلی آدمه اتفاقاً، بسیار آدم منطقی هستم، خیلی آدم احساسی نیستم، واسه همین میشینم مثلا اگه حالم بد باشه، مثلا خیلی ناراحت باشم، ممکنه یه آهنگ شاد بتونم بنویسم. اگه خیلی شاد باشم، ممکنه بتونم یه آهنگ غمگین بنویسم. و مثلا ربات شعر مینویسم، برام خیلی مودم یعنی فرقی نداره. دمتون گرم، سابسکرایب کنید، این کارا کنید، من بلد نیستم خیلی، خودتون دیگه گردن بگیرید یه ذره ما رو. و دیگه کوتاهش میکنم که بازم براتون ویدیو بذارم.